سلام دوستان، امروز با بیوگرافی زندگی هومن سیدی در کنار شما هستیم. هومن سیدی کارگردان و بازیگر ایرانی، متولد 8 آذر 59 و 37 سال سن داره و اصالتاً اهل رشت می باشه. او بعد از پایان دوره متوسط و دریافت دیپلم گرافیک، کار خود را با حضور در کلاس‌های انجمن سینمای جوان رشت و ساخت چند فیلم کوتاه آغاز کرد. او نخستین فعالیت حرفه‌ای‌اش را با حضور در فیلم یه تک نان ساخته کمال تبریزی تجربه کرد و پس از اون نقش کوتاهی را در چهارشنبه سوری اصغر فرهادی ایفا کرد. در سال 1389 فیلم آفریقا را کارگردانی کرد و با حضور در سریال راه بی پایان که با همسر سابق خود آزاده صمدی هم بازی بود، تونست به خوبی شناخته بشه. او در سال 95 با بازی در سریال عاشقانه با یه نقش متفاوت که نقش پیمان بود و فکر میکنم همه ما دیده باشیم، حضور یافت که تونست نظر خیلی ها رو به خودش جلب بکنه. هومن بچه دوم خانواده است، حامد، هومن و هیلدا. مادرش بازنشسته نیرودریایی و پدرش بازنشسته بانک کشاورزی. او در تئاتر هم نقش‌هایی رو ایفا کرده، مثل تئاتر همسایه آقا. سیدی بعد از ساختن چند فیلم کوتاه از جمله 35 متری سطح آب و دندان آبی که به خاطر آنها جوایز متعددی از فیلم کوتاه تهران کسب کرد، اولین فیلم بلند خود را در سال 89 به نام آفریقا کارگردانی کرد. این فیلم در 29 جشنواره فیلم فجر بخش آثار ویدیویی جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن که آزاده صمدی بازی کرده بود را از آن خودش کرد. سیدی به غیر از کارگردانی به عنوان نویسنده و تدوینگر نیز در این اثر حضور داشت. از دیگر فعالیت‌های او میتونیم به آموزش هنرجویان بازیگری در آموزشگاهش اشاره کنیم. در دو فیلم بلند اولش بازیگران جدیدی مثل نوید محمدزاده، امیر جدیدی و یسنام میر طهماسب رو به سینمای ایران معرفی کرد. عاشقانه اسم یک سریال نمایش خانگیه که به کارگردانی منوچهر هادی در سال 96 ساخته شد. بعد از انتشار عاشقانه این سریال به سرعت طرفداران زیادی پیدا کرد. پخش این سریال به صورت هفتگی چهارشنبه ها انجام شد که فکر میکنم خیلی از ماها این سریال رو دیده باشیم. آخرین فیلم او هم با سرمایه گذاری مستقیم بابک زنجانی درست شد که دومین سرمایه گذاری مستقیم بابک زنجانی در سینمای ایرانه. اسم این فیلم 13 بود. هومن سیدی بعد از حذف فیلم 13 از جشنواره برلین، در اظهار نظری انتقادی از بابک زنجانی سرمایه گذار فیلم بیان کرد چرا باید به خاطر اینکه این آقا تحریم است فیلم من از جشنواره برلین کنار گذاشته شود؟ من چرا به خاطرش آسیب بخورم؟ هومن در سال 1385 با آزاده صمدی که از بازیگران سینما و تلویزیون ازدواج کرد، اما این ازدواج دوام نیاورد و این زوج در سال 1392 از هم طلاق گرفتن و هیچ کدامشون بعد از اونم تا کنون ازدواج نکردن. خب دوستان، از اینکه این ویدیو رو هم تماشا کردید از شما سپاسگزارم. اگر پیشنهادی برای ویدیوهای بعدی دارید، لطفاً توی کامنت برای ما بنویسید. کانال رو هم لطفاً سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید ما رو بتونید به روز داشته باشید. تا درودی دیگر، بدرود.